سلام علیکم مجدد قشنگا، چطور میتونید بوس به کله یک یکتون. بریم سراغ قسمت کامل و عامل که میتونم بگم بچه به نظر من شاه ابراهیمی مهمترین قسمت معادلات مرتبه اول مبحث معادلات کامله. ببین داستان چیه. میگه اگه شما یه معادله دیفرانسیلی داشته باشی به صورت ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ که خود ام و ان هم توابعی از ایکس و ایگرگ باشن، اوکی؟ پس ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ بشه صفر اگه همچین معادله داشته باشی، به شرط اینکه روند ام به روند ایگرگ با روند ان به روند ایکس برابر باشه. شاه ابراهیمی روند دیگه چیه؟ من اصلا بلد نیستم اینه. نگاه کنید بچه ها، ما توی در واقع توابع تک متغیر دیفرانسیل داریم. خب وقتی میگیم دیفرانسیل ایگرگ به دیفرانسیل ایکس یعنی مشتق توابع ایگرگ رو نسبت به ایکس میخوایم. خب توی توابع چند متغیره، یعنی علاوه بر اینکه بگیم آقا ایگرگ تابعی از ایکس، انگار یه تابع زدی وجود داره که در واقع تابعی از ایکس و ایگرگ، اوکی، دو متغیره. مثلا تو توابع دو متغیره یا چند متغیره دیگه مشتقا رو وقتی، یعنی شما هم ایکس مشتق داره هم ایگرگ مشتق داره، نمیگیم دیفرانسیل، میگیم روند. پس روند همون مفهومه در واقع مشتق متا تو توابع چند متغیره، یا مفهوم دیفرانسیل تو توابع چند متغیره. پس روند ام به روند ایگرگ یعنی آقا از تابع دو متغیره ام نسبت به جزء ایگرگش مشتق بگیر، ایکس رو عدد فرض کن. همین مفهوم خیلی ساده ای داره. یا مثلا روند ام به روند ایکس یعنی از این ضریب دی ایگرگ یه تابعی بر اساس ایکس و ایگرگ دیگه، تو فقط مشتق نسبت به ایکس ها بگیر، ایگرگ ها رو عدد فرض کن. پس چی شد؟ اگه معادله داشته باشیم به صورت ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ مساوی صفر، روند ام به روند ایگرگ با روند ام به روند ایکس برابر باشه، میگیم معادله کامل است. اینکه مفهوم کامل چیه بچه ها از ریاضی دو میاد، خیلی نمیخوام اینجا بازش کنم. اگر کسی از رفقا خیلی دوست داشت کامل علاوه اثباتی هم یاد بگیره، به من یه پیام بده براش بفرستم توضیح بدم که داستان چی. ولی خیلی ریز مجلسی رد کنم، میگیم آقا دیفرانسیل اف تو ریاضی دو دی اف میشه در واقع روند اف روند ایکس دی ایکس علاوه روند اف روند وای دی وای. حالا اگه اون اف یه تابع ثابت باشه دی اف سه، در واقع اگه تابع ثابت باشه دی افش صفره و این شکلی به وجود میاد ام دی ایکس علاوه ام دی ایگرگ. در واقع ام همون در واقع روند اف روند ایکس، ان همون روند اف روند ایگرگ. کاری ندارم این اثباتا رو، کسایی که خیلی دوست دارن برن دنبالش، اونایی که فقط میخوان معادلات و نمره خوب بگیرن، ام دی ایکس علاوه ام دی ایگرگ میشه صفر، از ضریب دی ایکس نسبت به ایگرگ مشتق میگیری، از ضریب دی ایگرگ نسبت به ایکس مشتق میگیری، اینا اگه برابر شد معادله کامله. اوکی شاید نمی روش تشخیص رو گفتی، روش حل چجوریه، جواب چی میشه؟ میگیم جواب معادله کامل خیلی ساده است. بنویس سی، ببین پارامتر ثابت سی مساوی انتگرال اولی علاوه انتگرال دومی، تمام. بسیار روش جالبه. باز میگم اگه دنبال اثبات اینا بودی برام پیام بذار، من در واقع اثباتش هم بهت میگم، ولی اصلا لزومی نداره. میگی میشه انتگرال ام دی ایکس به علاوه انتگرال ام دی ایگرگ. حالا چرا استار گذاشتی؟ شاید ببینید ستاره چرا گذاشتی؟ چرا این دوتا رو رنگاشو عوض کردی؟ بچا معادله کامل جوابش میشه ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ استار، یا نه ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ ام دی ایکس رو استار بذار. میگه یه دونه اینا رو باید استار رو بذاری. اوکی باز دارم میگم اگه دنبال اثباتشی بیا بهت میگم اثباتشی، ولی اصلا نیازی نداره اثباتشو بلد باشی. همین که معادله ام دی ایکس ان دی ایگرگ مساوی صفر دیدی، روند ام به روند ایگرگ با روند ام به روند ایکس برابر بشه معادله کامله، و وقتی معادله کامل جواب میشه سی مساوی انتگرال، انگار انتگرال از طرف این گرفتی دیگه، انتگرال صفر میشه سی عدد ثابت، انتگرال ام دی ایکس انتگرال ام دی ایگرگ منتها یا اینوری یا اونوری، یعنی یا رو ام دی ایکس استار بذار یا رو ام دی ایگرگ استار بذار، یه دونه از اینا رو بالاخره انجام بده. حالا استار یعنی چی؟ وقتی استار روی ان دی ایگرگ یعنی آقا از دی ایگرگ های از ان ای انتگرال بر اساس ایگرگ بگید که فقط خالصا ایگرگ توشون داره، اگه ایکس توشون داشت صفر بی خیال هستن. برعکس اگه استار رو ام دی ایکس از ان ای انتگرال بگیری که فقط توشون ایکس داره، اگه ایگرگ داشت خدافظ، و در غیر این صورت مثلا ام دی ایکس هر چی توش بود انتگرال میگیری، ان دی ایگرگ هر چی توش بود انتگرال میگیری. همینا رو گفتم بریم تو مثال خفن یادت بدم. مثال 21 میگه معادله دیفرانسیل زیر رو حل کنید، میان ترم پلی تکنیک 94. ببینید به صورت ام دی ایکس ان دی ایگرگ. شاید میگه خود برو عقب تر، میگم اوکی فصل اولم. چرا؟ چون بچا دی ایگرگ به دی ایکس دارم، به علت وجود دی ایگرگ به دی ایکس تو فصل معادلات مرتبه اولم. خب تفکیک پذیر و همگن و اینا رو همه رو تو ذهنت بیار. آیا این معادله میتواند همگن باشد؟ بله میتواند همگن باشد. چرا؟ چون اینا توان 3 دارن، اونورم توان 3 داره، توان با هم یکی، یعنی کد ایگرگ ایکس رو تو میتونی توش ایجاد کنی. اوکی پس این معادله میتونه همگن باشه. یه چیزی رو بهت یاد میدم، اصطلاح به نام سراحی. سراحی یعنی بعضی از معادلات دیفرانسیل با سه راه حل میشن بچا، یعنی ممکنه همگن حل بشه، خطی حل بشه، کامل هم حل بشه. اینکه کدوم روش رو تو حل کنی دیگه به عهده خودته. من خودم ترجیحم
همیشه روش کامله، یعنی اولویت من تو حل معادلات دیفرانسیل روش کامله، چون بسیار روش ساده ای رفقا. پس همگرا میتونه سلب بشه. آقا خطی چی بچه ها؟ چون کد ستایو نمیبینم خطی نیست، نمیتونه خط با روش خطی نمیتونه حل بشه. خب چای ببین پس اینو چیکارش کنیم؟ الان میگم آقا من ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ دارم میبینم دیگه، اینا رو توش ضرب کنم، ایکس بره تو ایکس 2 میشه ایکس 3، این میشه 3 ایکس ایگرگ 2، ایگرگ هم تو اونها میشه ایگرگ 3 و 3 ایکس 2 ایگرگ. الان قبول دارید به صورت ام دی ایکس به علاوه ام دی ایگرگ مساوی 0؟ بریم چیکار کنیم؟ از ضریب دی ایکس نسبت به ایگرگ مشتق بگیریم، برعکسش ها، از ضریب دی ایکس نسبت به ایگرگ مشتق میگیرم، اسمش رو گفتم، اسم اینو میذاریم ام دی، این کار ام دی ایکس، یعنی روند امبروند ایگرگ رو میخوام مشتقیم با اون نسبت به ایگرگ. ایکس که مشتقش نسبت به ایگرگ 0، هیچی، مشتق 3x y2 نسبت به y میشه 6x y، x انگار عدده، 3x رو کلا باکس عدد ببین، مشتق y2 میشه 2y که تو 3x ضرب بشه میشه 6x y. حالا دومی n دی y اسمش دیگه، از این نسبت به x مشتق میگیرم، یعنی میگم روند امبروند x، مشتق y3 که هیچ، مشتق 3y x2 مشتق نسبت به x، 3y عدد، مشتق x2 میشه 2x، تو ضرب بشه میشه 6x y. چه جالب، روند امبروند y با روند امبروند x برابر شد، اصطلاحا میگیم معادله دیفرانسیل کامل است. این معادله دیفرانسیل کامل است. جواب میگم آقا با دو روشش برات حل میکنم که بهت نشون بدم جوابیه که، یه بار میگم ام دی ایکس ان دی ایگرگ استارو میذارم رو دی ایگرگ، یه بار دیگه هم رو دی ایکس میذارم که ببینیش فرقی نمیکنه. خب سی مساوی انتگرال ام دی ایکس ان دی ایگرگ استارو این بار بذاریم رو این. خب میگیم سی مساوی انتگرال ام، ام هر چی هستو مینویسم، اینا ایکس 3 ایکس وای 2 همه رو باکسشو نوشتم، ان دی ایگرگ همه رو فعلا مینویسم، فعلا می نویسم، اما نوشتی استار رو دی ایگرگ، یعنی فقط اونایی رو باید انتگرال بگیری که ایگرگ خالص داشته باشه، هر چی ایکس داشت بی خیالش. خب این ایگرگ سه ایگرگش خالصه، اما اینجا ایگرگ خالص نیست چون ایکس خراب کرده کارو، بنابراین اینو صفر در نظر میگیریم، کل پکشو کل باکسشو میکنی صفر. اوکی پس این بابا خودش اون انتگرال دی ایگرگ وایس خودش اونو دیگه نمی نویسیم، صفر، کلا صفر، میریم انتگرال میگیریم سی که خودش انتگرال ایکس 3 ایکس 4 4 انتگرال x y 2 بر اساس x، انتگرال x میشه x 2 دوم، پس میشه 3 دوم x 2 y 2، انتگرال y هم بر اساس y باید بگیریم، میشه y 4 4. تمام، هدف معادلات دیفرانسیل رسیدن به جواب بدون دیفرانسیل. شای ابراهیمی مدل دیگه هم میشد، بله میتونستیم بگیم m استار، یعنی این m dx استار رو بگیریم n dy خودش باشه، اثبات میکنم که این دوتا هیچ فرقی با هم نداره. اوکی یعنی میشد c مساوی m dx مینویسم، n dy هم مینویسم، منتها ام دی ایکس رو فقط از اونایی باید انتگرال بگیرم که ایکس خالص داشته باشه، چون داره رو دی ایکس عمل میکنه، یعنی اینجا فقط ایکس مهمه، این سه ایکس وای دو رو صفر میکنم، کلا در نظر نمیگیرم. چرا؟ چون خالص نیست، چون توش وای هم داره، ولی اون انتگرال ام دی ای با کلش رو مینویسم، کاری با من نداره. حالا انتگرال ایکس بر اساس ایکس میشه ایکس 4 4، انتگرال وای بر اساس وای وای 4 4، و انتگرال 3 وای ایکس بر اساس وای، اون 3 و ایکس دو کاری به تو نداره، انتگرال وای میشه وای 2 دوم که میشه 3 دوم ایکس 2 وای 2. با قسم حضرت عباس این جواب با این جواب هیچ فرقی نمیکنه رفقا، جفتش درسته و تو اینجوری خوشحال خواهی شد، لذت خواهی برد که معادله دیفرانسیل رو به روش معادله دیفرانسیل کامل حلش کردی، هیچ نکته عجیب غریبی نداشت. 3 بار 10 بار 20 بار دیگه میتونی این ویدیو رو دوباره از اول گوش بدی ببینی داستان چی شد. پس معادله رو اول فهمیدم، ام دی ایکس ان دی ایگرگ مساوی 0 کامله، روند بروند ایگرگ ضریب دی ایکس روند بروند ایکس ضریب دی وای حساب کردم برابر شد، گفتم سی میشه انتگرال ام دی ایکس ان دی ایگرگ، یا این یکی فرقی نمیکنه، ام دی ایکس برای این یکی کلش رو نوشتم، ان دی ایگرگ فقط اونایی که ایگرگ خالص دارن، پس فقط ایگرگ سمون، انتگرال این بابا که بر اساس ایکس، انتگرال این بابا بر اساس ایگرگ، تمام. لذت ببرید، میدونم که الان انقدر خوشحالید. بریم مثال بعدی. گفتم میان ترم دانشگاه صنعتی اصفهان سال 94. خب بریم سراغ فصل. اولا دی ایگرگ به دی ایکس دارم، پس ایگرگ پریم دارم، پس تو فصل معادلات مرتبه اولم. میرم سراغ روش‌ها، تفکیک بکنم از هم دیگه. خب ایکس و ایگرگ رو نمیتونم تفکیک کنم، همگنه، بله میتونه معادله همگن باشه، سرایی یادت نره، بعضی از معادلات دیفرانسیل با سه روش حل میشن، قطعا همگن هست. چرا؟ چون لاندا بدی میشه لاندا 2x2 لاندا 2y2 اینا میشه لاندا 2xy، لاندا خط میخوره، پس با روش همگن قطعا میتونی معادله رو هم کنی، حل کنی. به توصیه میکنم همین الان پاس کن با روش همگن هم حلش کن. خب خطی چی؟ خطی هم میتونیم حل کنیم، بله اونم میتونی حل کنی. حالا وقتی میگم خطی، ستاش میتونه باشه، یا اصیل ایرانی یا برنولی یا آریکاتی که نه، یا برنولی یا ارزم به خدمت شما خطی اصیل باشه، یعنی اینو بریم سیگ بریم اینو تقسیم بر این کن، اینم بر این تقسیم کن، ممکنه فرم اصلی هم داشته باشه، اما من شاید بریم بهت یاد دادم که بین این ستا همیشه کامل از همه بهتر و قشنگتره. کامل وسط شانس ما بودی. پس اینو به صورت ام دی ایکس ان دی ایگرگ بنویسیم، یعنی این بابا میاد توی دی ایکس ضرب میشه، این بابا توی دی ایگرگ ضرب میشه، چون همه میان یه طرف دیگه، اون منفی مثبت میشه دیگه، به صورت ام دی ایکس ان دی ایگرگ شده صفر.
خب ضریب دی ایکس رو باید مشترک نسبت به ایگرگ بگیرم، اسم این ام دیگه، روند ام بروند ایگرگ، خب میشه دو وای، روند ام بروند ایکس هم میشه دو وای، پس معادله دیفرانسیل کامله. وقتی معادله دیفرانسیل کامله میگیم جواب میشه سی مساوی. حالا فرق نمیکنه استار رو این بذاری یا تو، فرقی نمیکنه. میگم ام دی ایکس علاوه ام دی ایگرگ استار، ام دی ایکس همه رو مینویسم، ام دی ایگرگ هم همه رو مینویسم، ولی میگم آقا اونایی که ایگرگ خالص داره رو حساب کن. خب اینجا ایگرگ خالص کلا نداره، کلا هیچی، صفر، کلا میشه صفر. پس جواب میشه این بابا رو بر حسب ایکس انتگرال بگیرید، انتگرال ایکس 2 ایکس 3 سوم، انتگرال ایگرگ 2 بر حسب ایکس، ایگرگ 2 انگار عدده، پس میشه ایگرگ 2 در ایکس. به همین خوشگلی هدف معادلات دیفرانسیل رسیدن به جواب بدون دیفرانسیل. دو تا سوال معادله دیفرانسیل کامل برات حل کردم، خیلی قشنگ. اما